میدونی چرا جمهوری اسلامی از مهاباد و کلن کردها متنفره؟ خاطر اینکه سال 58 وقتی که کل ایران داشتن جشن پیروزی انقلاب رو میگرفتن و عکس خمینی رو توی ماه میدیدن، کردها بودن که بلند شدن و گفتن ما جمهوری اسلامی رو نمیخوایم و برعلیه اینا تفنگ دستشون گرفتن و جنگیدن. بعد از سرکوب شدن و بعد از کشت و کشتارهایی که انجام شد، بهشون این قول داده شد که به زبونشون و به لباسشون احترام گذاشته بشه و دیگه تحت فشار و تحت سرکوب نباشن. مسئولان جمهوری اسلامی به اینا وعده و وعیدای اسلامی دادن و دینی دادن و گفتن ما همه برادریم و مسلمونیم و بیاین با هم متحد بشیم. الان جمهوری اسلامی میدونه که اگه بخوان کردهای مهاباد و سنندج و بقیه شهرهای کردنشین با هم متحد بشن، همون اتفاقی میفته که سال 24 توسط قاضی محمد افتاد و جمهوری مهاباد تشکیل شد، ولی متاسفانه بازم اونا هم سرکوب شدن و بهشون وعده و وعید علکی داده شد. از شمایی که میاید علکی میگید کردها تجزیه طلبن و پرچم خودشونو دارن، یه نگاهی به اقلیم خودمختار کردستان بکنید که کرداشون اونجا نه از عراق جدا نشدن، ولی اقتصاد و همه چیشون دست خودشونه و دارن پیشرفت میکنن. همچین چیزی هم میتونست توی ایران اتفاق بیفته، ولی هیچ حاکمی توی ایران بهشون اجازه نداد. پس بیاین این چرت و پرتا رو بندازیم دور که چرا کردها پرچمشونو دارن و چرا لباس علی خودشون رو میپوشن و بیاین باهاشون متحد بشین. اگه الان باهاشون متحد نشید و ازشون حمایت نکنید، انتظار اینو دارید که اونا از شما حمایت بکنن و اونا با شما متحد بمونن و اصلا هیچ موقع تقاضای جدا شدن رو نداشته باشن؟